اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الآن ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله لا سيما بقية الله أجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا الله رؤيته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا. خداوند همه گذشتگان مخصوصا شهدامون را غریق بهار رحمتش بفرماید، صلواتی ختم کند. در بین غرایزی که خدا به انسان عنایت کرده است، سه غریزه از لحاظ حدت و شدت قویتر است. یکی غریزه گرسنگی و تشنگی است که هنگامی که این غریزه در حال فعالیت است، هیچ غریزه دیگری در مقابلش نمیتواند عرض اندام کند. یکی هم غریزه جنسی است، چنان که افتد و دانی، و یکی هم غریزه صیانت ذات است. صیانت ذات یعنی خوددوستی، علاقه بخیش. هر انسانی به شدت به خود علاقمند است. درست به شما میرسد، میگه قربانت گردم، فدایت شوم، برات مینویسه، ولی در واقع اینه که هر انسانی عادی دلش میخواد دیگران قربانش شوند. ممکنه مرید تو باشه، باید ارادت داشته باشه،
دستم ببوسه، محبت هام بهت داشته باشه، ولی اگر پاش بیفته که او جلو تو وایسه تیر بزنن به تو، فوری میشینه که به او نخوره. تا اینجا بیشتر کسی قربان حضرت عالی نمیره. قبل از این که هر کسی تابع هر چیزی باشد، عاشق خودشه. همه خودشون را دوست میداره. دیم چیزی هست که استدلال نمیخواد. این غریزه، غریزه قوی است. این که میبینید متعلقاتش هم را آدم دوست میداره. هرچی رب به خودش پیدا میکنه، علاقمنده. انسان عاشق وجود لفظی از خودشه. دلش میخواد اسمش از همه قشنگتر باشه. اگه اسمش زشته، زودی میخواد عوض کنه. عاشق مکتسباتشه. دلش میخواد رنگ ماشینش طوری باشه که مردم بگن رنگش قشنگ. همه چیزش، سردر خونش را شکل قشنگ میده. اون چه متعلقشه، اونجایی میره سر و ریشش را اصلاح میکنه که قشنگتر اصلاح میکنه. یه عکسی برداشته مال 10 سال پیشتر، شمارش را تو ذهنش داره که هر وقت هر جایی میگن عکس، اونو میاره. میخواد تو انجمن شهر شرکت کنه، شورای شهر، عکس قشنگش رو برمیداره. اینا مال علقه بیخیشه. چون خودش را دوست میداره، وجود لفظیش را دوست میداره، وجود اکتسابیش را دوست میداره، وجود ذهنیش هم دوست میداره. این که میبینید این آقا ریا کاری میکنه، گندم نمای جو فروشه، علتش چی چیه؟ مخاط وجود ذهنیش در نزد حضرت عالی که اسم برن بگی عجب آدم خوبیه. یه جایی دیدم نماز اینطور میخونه، یه جایی دیدم انفاق اینطور میکنه. این وجود ذهنیشه. مجموعاً انسان به این قسمت علاقمنده. اینا میگن صیانت ذات. خود علاقمند بوده. در اسلام که دین فطری است، میگه از این حالت افراد استفاده کنید. سه چیز مسلمان باید محترم باشه و از قیمت بالایی برخورداره. یکی خونش، یکی آبرویش، یکی مالش. این ستا هم عرض هم هستن، قیمتشون هم مثل هم میونه. اگه آبروی کسی بریزی، یعنی خونش ریختی، یعنی شخصیتش را خورد کنی. این خلاف میل طبیعی انسانه. پرستیج هر کسی محترمه. مالم همینطوره. این روایت رو گوش کنی، پیغمبر میفرماید کل المسلم علی المسلم حرام. تمام تعینات
و تشخصات یک مسلمان بر مسلمان دیگر محترمه، من جمله دمو و ارزوه و مالو، یکی خونش، یکی آبرویش و یکی هم مالش. در صحرای عرفات در حجة الوداع پیغمبر جمعیتی که جمع بودن هنگفت‌ترین جمعیتی بود که عمرش دیده بود، بعدش هم ندید. همه کسانی که در حجة الوداع پیغمبر شرکت کردند ظهر عرفه در صحرای عرفات بود. پیغمبر موقعیت را مغتنم شمرد، گفت میخوام سخنرانی کنم. اون سرزمین، اون زمان، اینم پیغمبر گفت یه شتر بلند قدی براش آوردن، رفت روی اون شتر ایستاد، فرمود به مرکز شتر هر چی میتونید نزدیک بشید. یه قسمت زنان، بقیه قسمت ها که مردا بودن جمع شدن. یه طایفه ای بودن جهوری و صوت، یعنی صداشون مثل این که بلنگو تو حلقشون بود. بعضی ها دیدید که یه طایفه ای بودن جهوری و صوت. از اونا چند نفر را صدا زد که وسط جمعیت بایستید، من که میگم شما تکرار کنید. اون وقت لود سپیکر نبود، آمپلیفایر نبود، میکروفون نبود، اینطور به همه گفت برسه. اونا که سواد دارید بنویسید، اونا که سواد ندارید توجه داشته باشید، در مغزتون ذخیره کنید، حاضرین به غائبین برسونه. خطبه بسیار مهمی، این اعلامیه جهانی حقوق بشر که بعد از 1400 سال نوشته شده، 1 میلیمترشه. پیغمبر روی شتر ایستاد، گفت بسم الله نحمده و نستعینه. اونا هم تکرار کردن. برای اینکه مردم را هشدار بده فرمود معلوم نی من و شما دیگه اینجا هم دیگه را ببینیم. نه خبر از ارتحالش داد، مردم گریه افتیدن. یه چند دقیقه آقا معطل شد که گریه مردم تمام بشه. بعد فرمود یا ایها الناس، نگفت ایها الحاضرون یا اخوانی و اخواتی، نه، یا ایها المسلمون، نه، یعنی ای بشر، یا ایها الناس ان ربکم واحد و ان الهکم واحد کلکم لآدم و آدم من تراب اکرمکم عند الله اتقاکم لیس لعربی علی عجمی فاول الا بالتقوى یا ایها الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام الى ان تلقوا ربکم بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا. گفت ای بشر، تمام شما پروردگارتون خداست، شما از آدم هستید، آدمم از خاکه،
هیچ کس بر دیگری برتری ندارد، نه عرب بر عجم، نه عجم بر عرب. بعد این قسمت، یک پاراگراف و یک قسمتش مربوط به بحث من. گفت یا ایها الناس، ای بشر، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام. سه چیز باید در جامعه بشری محترم شمرده شه: یکی خون دون، یکی مال دون، یکی اموال و اعراض دون، آبرو دون. تا روز قیامت باید این سه تا محترم باشه و الا نزج جامعه را از دست خواهید داد. چقدر محترم باشه؟ به حرمت یومکم هازا، امروز روز عرفه است و عرفه محترم است، تا قیام قیامت عرفه محترمه، باید خون دون محترم بشه. فی شهرکم هازا، این ماه ماه ذی‌الحجه است و ذی‌الحجه حرام، یعنی محترم است، تا قیام قیامت ذی‌الحجه محترم است. و فی بلدکم هازا، این مکه است، مکه محترم است، تا قیام قیامت محترم است، پس باید مال دون و خون دون و آبرو دون محترم باشه. آبرو اینه مهمه، آبرو مهمه. اگه مهم نبود در اعلامیه جهانی ابدی حقوق بشر اسلام نمی اومد. آبرو محترم مردم. مردم مگر آبروی کسی بریزید خونش را ریختی؟ نقشی هم که دارن اینا همین مثل همه. اگر کسی خونش کم بشه نمیتونه راست راست را بره. اگه ورشکست بشه سرفرازانه نمیتونه را بره. و اگه آبروشم بره باید سر به زیر بشه. ببینید آبرو چقدر محترمه. اینا چه قلمهای سرکشیده و طغیانیست که در روزنامجات بنا میکنن آبروی هم را ریختن. این چه زبانهای ننگین هست که با کلمات رنگین آبروی هم را میبرن. و چرا این همه مال هم را میخورن، مال هم را میبرن؟ خون در عروق بدن جریان دارد، آبرو در جان انسان جریان دارد، مال در عروق و رگ و پیهای زندگی آدم جریان دارد. سه چیز را محترم بشمارید: یکی خون مردم، یکی مال مردم، یکی آبروی مردم. حالا امشب من میخوام چند دقیقه راجع به این آبرو صحبت. آبروی مردم به قدری محترم است که اگر پشت سر کسی زشتیش را بیان کنی که لطمه به حیثیتش بخوره، غیبت کردی. و الغیبه اشد من الزنا. کدوم یک از شما هستید که تا حالا این عبارت را نشنفتید؟ میشینید اینجا یه مش هوا از ششتون بیرون میاد، مخوره بر لب و دندونتون و زبونتون، میشینید آبروی یک نفر میریزید و بلند میشید. خیلی بده، بده. در یه مجلسی که کسی داره آبروی دیگری را میبرد، اگر بنشینید و ساکت باشید، روزی که آبروها بر باد میرود، خدا آبروی ما را بر باد خواهد داد.
باید علنا دفاع کنید از آبروی خواهر برادر دور. اشاره نه، یه وقتی هست که کسی میبینه دارن غیبت میکنن، میگه دستش هم میگیره جلو بینیش که یعنی خون اومد اومده بیرون، نمیگه چرا رفتم. باید علنا اعلان کنید که غیبت نکن و اگر حریف نشدید مجلس را ترک کنید. متاسفانه ما این حریم ها را رعایت نمی کنیم و این بلاها هم گرفتار میشیم. نه بلاه به ما وارد میشه. آبروی مردم محترمه، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. حتی توجه داشته باشید پیغمبر میفرماید، گوش کنید اینا را، گوش کنید، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله اخوانا. پنج چیز اگر بیفته تو جامعه، جامعه را اونچنان میکنه که موریانه بر سر تخت پاره و چوب خشک میآورد. رضا پیغمبر رسما نهی کرده. یکی حسد که یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، مثل آتش که هیمه خشک را میسوزاند ایمان انسان را برباد میده. یکی بغض و کینه. میبینین طرفتون همه مردم هستن، مردم خیلی محترمن در اسلام، مردم خیلی عزیزن، عزیزن. اگر اداری هستید حواست جمع باشه، کسی که مراجعه بید میکنه این مؤمنه، دن حواست جمع باشه، بی اعتنایی نکنیم، اهانت نکنی. خدای نکده اهانت به مؤمن. مؤمن ارزش از کعبه بالاتره. وقت تو اهانت میکنی بهش، بی اعتنا هستی بهش، پاسخش نمیدی، اون وقت ببینید کسی که کارشکنی میکنه، سنگ لا چرخ مردم میذاره. بغض و کینه نداشته باشید. ولا تناجشو، زندگیتون مزاحم زندگی دیگری نباید باشدن. به حکم این که آزاد هستم مخوام این کار، نمیتونی بکنی این کار. اگر آزادی تو مختل کننده یا آزادی دیگری است، حرام است، هیچ وقت نمیتونی انجام بده. ولا تدابرو، تو مجالس همدیگه را سبک نکنید. یکیشم ولا یغتب بعضکم بعضا، همدیگه پشت سر همدیگه را بی آبرو نکنید، معایب دیگری را نیارید جلو. اینا لطمه به شخصیت و پرستیج طرفه، لطمه به خونشه. همینطور میگید و رد میشین، نمیشه. پیغمبر فرمود کسی که در مجلسی نشسته باشد و کسی را غیبت کنند و جلو غیبت را بگیره، وقتی که آبروها بر باد میره یعنی روز قیامت، خداوند آبروش را حفظ میکنه. و اگر کسی کمک کند به ریختن آبروی کسی، اون وقتی که آبروها بر باد میره، خداوند آبروش را بر باد میده. و خدا اگر خواسته باشه کسی را رسوا کنه، در اندرون خونش او را رسوا بود. بترسیم، قرآن هم همین میگه،
قرآن سوء زن، تجسس در زندگی دیگری، گوش کنید، و غیبت را در این آیه سوره حجرات، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. بس حالا دیگه، بس چیزی که روز قیامت سد جلو انسان است، مسئله حق الناس، این هم حق الناس، چطور اینا را راضی میکنیم؟ نمیدونم. سوء زن حرامه، بدگمانی، یکی هم تجسس، فوزولیه در کار مردم. برید بخونید سوره حجرات را، فوزولیه تو کار مردم. چرا اینقدر تجسس میکنید؟ گاهی عیبجویی هم از تجسسه، میره میگرده هر حسنی که داره میزنه عقب که یک عیبی پیدا کنه. این تجسسه و نهی شده، برو حسنش پیدا کن. حسنم که داره، چرا همش عیبش هم میبینی؟ طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال کسی که رفع و دفع عیب خودش به او فرصت نده که به عیب دیگران بپردازه. بعضی ها کجبینن، بدبینن، دلشون چرکینه. دل چرکین خطرناک دارن. دل چرکین یعنی یک عینه که دودی میاد رو چشم دلت، هر چی میبینی دودی میبینی، حسن را اصلا نمیبینی، عیب را درش میبینی، اصلا تخصص پیدا میکنی. آدم های سالم دنبال عیب نیستن، حسن را میبینن. دلتون نگذارید بر مردم کج شدن. دل آینه هست، آینه گوشگش، تصویر بر خطاست. آینه های مقعر و مهذب ندیدید؟ آدم میره مقابلش میبینه ابروش مثل عدد هشته، دست میکنه میبینه نه ابروش درست، بینیش شکل عجیبی پیدا کرده، دست میکنه میبینه. دلم همینطور، دلم هم قبول نمیکنید اینا؟ یک کسی به مجنون، حالا اینقدر تاخت و تازم نکنیم با شما، یک کسی به مجنون گفت این لیلی که تو میگی و اینقدر سنگش سینه میزنی، من دیروز دیدمش، یه بینی درشت دیدار، دبای کلوب، چشم تنگ، موهای مجعد، رنگ، گفت حفظت دنه دا بگیر. اگر بر دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی. چقدر بشر دوست میداری؟ چون دوستش میداری، حرکات بدم که انجام میده، میگی وح وح، چقدر بچم زرنگه، چقدر بوشا، خیلی هوشش باله. آره، چون دوستش میداری. هیچ وقت با زن خانوما با شوهرشون شکراب شده، با زنت شکراب شده، هیچ وقت بینه تا اوقات تلخ میشد و دوتا کلمه تند و تلخ با هم حرف میزنی، نگاش که میکنی میبینی زشت شده، را مره کوته شده، با بچه مثل شم رفتار میکنه، آبگوش پخته گم میده، به مجردی که آشتی کرده خدش میاد، والا صورت اینا خود طبیعی نه،
دل این طوره، دل این طوره. کسی را که دشمن میدونی یک کلمه بگه نظری هم نداشته دارم، میگه این غرض داشت، این منظورش این بود. دوستت اومده یه چیزی هم تندی گفته به تو، میگه اشتباه کرد. اینا چی چیه؟ اینا دل، این دل ما اینطور. خوشا به حال کسی که دلش پاک، دلش صاف. اینا خیلی موفق هستن، دل پاک، روحیه آرام داره داره میره دنبال. ولا تدابرو، همدیگه را سبک نکنید. ولا یختب بعضکم بعض، زشتی های هم پشت هم سر هم نگید. و کونو عباد الله اخوان، ما امشب اومدیم اینو گفتیم که حواس جمع باشه، اومدی مشهد یه چیزایی هم به آقا بده، همش مقای به آقا بگو دیگه غیبت نمکنم، شما شاهد باشه دیگه عصبانی. اگه اینا هدیه هاییه که به امام میدی، وقت بعدش بگو حالا شما واسطه شید، خدا منو بیامرزه، طول عمرم بده، سلامتیم بده، بچم این درسته، یه چیزی دادی، یه چیزی گرفتی. این قانونشه دیگه، با هم دیگه معاهده میکنیم. بگو من دیگه غیبت نمیکنم، دیگه صدا ما تو خونه بلند نمیکنم، دیگه دست سبکی نمیکنم، دیگه حرف زشت نمیزنم، دیگه عصبانی نمیشم. اینجا جا شدم. عصبانیت مرضه، مرض. اگر کسی از ما مرض داشته باشه اینجا دکترش هست. اینجا امام رؤوف میگنش، رؤوف یعنی تعهد کن دیگه اوقاتم تلق نمیشه. وقت ببین چه غوغا میشه زندگی، نور بارون میشه زندگی. امیدم آن است که انشاءالله بتونیم یه چیزی اینجا کسب کنیم و برگردیم. الهی زن و مرد ناامید نشید. الهی دعاهاتون را خدا قبول کن. همه گویان که در عالم بالا بغیر هر کجا وقت خوشی هست همون جاست بغیر. عمر زاهد همه طی شد به تمنای بغیش، او ندانست که در ترک تمناست بهیش. از درون سیغ ماست جوان چون دوزه، از درون سیه ماست جهان چون دوزخ. دلگر تیر نباشد همه دنیا باز بگه، از درون سیغه ما با
جهان چون دوزخ، دل گر تیره نباشد همه دون یاست به. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا حسین، گر تو نبودی دم و دودی نبود، محفل ما گفت و شنودی نبود. لما آمدن گودال قتل و گاه، دنبال عزیزان جون میگشدن، سکینم آمد باباش را ببینه، به هر کشته ای نگاه کرد، دیدی نه سر داره نه لباس داره. یه مرتبه متوجه شد عمش زینب کنار یه بدنی نشسته و گریه می کند، گفت حتما بدن بابامه. وقتی اومد نگاه کرد، این دید این بدنم نه سر داره نه لباس. دست زد به شانه عمم، عمتی زینب هذا نعش من، این بدن بی لباس برغنه بدن کیم. زینب نگاه کرد دید سکینه، گفت نور دیده ی برادرم خوب آمدی، هازا نشو عبی گلوسه. صاحب بارا شناخ نشست کنار بدغن، ای ام بیاب تا که غریبان بگریم، بنشین به کنارم که یتیمانم بگریم. بنجین به کنارم که یتیمانه بگری. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اید الاسلام و اهله، واخذل الکفر و اهله، أيد هما الدين، علماء الدين، مراجعنا العظام. پروردگارا به عزت و جلالت تو را قسم میدم روح امام و شهدا را شاد کن. مراجع تقلید رهبر معظم انقلاب را مؤید و منصور بدار. نسل جوان ما را از این اعتیادهای خطرناک و این بی افتی ها محافظت بفرما. به آنها توفیق و ذوق و شوق نماز خوندن مرتب، شرکت در نماز جمعه و جماعت، ادای احترام نسبت به پدر مادر، درس خوندن و کار کردن عنایت بفرما. خدمتگزاران صادق و امین ملل اسلامی را کمکشون کن تا تشریف میارن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.